گزارش سالانه آماری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که شمار سرقت‌های سال 95 حدود 343425 فقره بوده و بنا به اعلام قوه قضاییه تعداد سرقت‌ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده است. آمارهای بانک مرکزی ایران در سال 1400 رشد پا به پا و همانند میان سرقت از یک سو و تورم از سوی دیگر را بیان می کند. گویا افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم ارتباط مستقیمی دارد، به گونه‌ای که در فاصله 5 ساله 1395 تا 1400 نرخ تورم سالانه حدود 4.4% برابر شده است. گزارش سعید بهاری را با هم ببینیم. آمارهای رسمی در ایران این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که میزان سرقت در 5 سال گذشته سیر صعودی پیدا کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرقت پس از مواد مخدر به عنوان دومین جرم در ایران به شمار می‌آید. نرخ رشد تورم در ایران هم سالهای زیادی است که به مرز هشدار رسیده و همکنون ایران یکی از 10 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم و یکی از 8 کشور جهان با افزونترین نرخ فلاکت می باشد. تورم و کاهش قدرت خرید مردم در ایران به آسیب‌های اجتماعی فراوانی منجر شده که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و مواردی از این دست فقط گوشه‌ای از پیامدهای آن است. طی 5 سال پیش تا کنون تعداد سرقت‌ها در ایران بیش از 4 برابر شده. مرکز آمار ایران تعداد سرقت‌ها در سال 95 را حدود 343425 فقره گزارش نموده و در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران تعداد سرقت‌ها را حدود 1,400,000 فقره ذکر می‌کند. این پدیده زمانی اهمیت افزونتر پیدا می کند که سازمان زندانهای ایران گزارش می دهد که حدود 68% از زندانیهای ایران به دلیل جرم مواد مخدر و سرقت در زندان هستند و قبل از آن هم پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش داده بود که نیمی از سارقان ایران سرقت اولی هستند. سرقت دریچه‌های فاضلاب، علائم راهنمایی و رانندگی، سرقت از سلاح فروشی، کیف زنی، سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی، جیب‌بری، موبایل قاپی، پایه فلزی پل‌های عابر پیاده و مواردی از این دست از گونه‌های مختلف سرقت طی این سال هاست که بسیاری از این روش‌های سرقت در گذشته سابقه نداشته و به تازگی به شیوه‌های سرقت در ایران تبدیل شده است. مجید ابهری پژوهشگر اجتماعی میگوید تعدادی از کودکان کار و کودکان خیابانی جیب برند و از آنها به عنوان نوچه سارق استفاده می شود و 50 تا 75% از سرقت لوازم اتومبیل به دست آنها انجام می شود. آنها نزد جیببرهای حرفه‌ای و با سابقه آموزش می‌بینند. آمارها بیانگر این واقعیت هستند که میان افزایش نرخ تورم و تعداد سرقت‌ها در ایران رابطه تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 95 را تک رقمی و 9% گزارش نموده و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال 1400 را 40.2% اعلام کرده است. این بدان معناست که در این فاصله زمانی 5 ساله نرخ تورم حدود 4.4% شده و میزان سرقت در این مدت تقریبا 4 برابر زیادتر شده است. عبور سرقت‌های ایران از مرز 1,000,000 فقره در سال در حالی است که حدود 15 سال پیش شمار سرقت‌ها فقط حدود 0.1 میزان فعلی بوده است. بر اساس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال 85 تعداد سرقت‌ها حدود 130,495 فقره بوده که ظرف 1 دهه یعنی تا سال 95 به 343,425 فقره رسیده است. این مسئله زمانی نگران کننده تر می شود که طی بررسی ها مشخص می شود که آمار سرقت‌ها طی 1 دهه یعنی در فاصله بین سال 8 85 تا 95 حدود 2.6 برابر شده، اما در سالهای بعد تا به امروز تعداد سرقت‌ها رشد پرشتابتری به خود گرفته است. طبق گفته رضا مسعودی فرقاهم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعداد سرقت‌ها در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسید و این بدان معناست که فقط ظرف 5 سال، یعنی از سال 95 تا سال 1400 شمار سرقت‌ها بیش از 4 برابر شده است. تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیمی دارد، شمار سرقت ها نیز با افزایش تورم بالا می رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه سرقت شود. سعید بهاری، اخبار شیعه. عماد گلی صرمی، کارشناس اقتصاد اسلامی، از شهر مقدس قم با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. به نام خالق سپیددم، سلام بر حسین علیه السلام. خیلی خوشحالم. چه ارتباطی میان افزایش نرخ تورم و افزایش آمار سرقت در ایران وجود داره؟ ببینید، اگر ما بخوایم اول خود تورم رو ببینیم که زایده کجا هست، تو یک فرمولی ما میتونیم بگیم که M ضرب در V مساوی P0 ضرب در IP. M حجم پوله که دولت ها با چاپ کردن پول میتونن اون رو تغییر بدن و بالا پایینش کنن. V سرعت گردش پوله که بر اثر معاملات مشخص میشه. P0 هم تورم و Y0 همون رشد تولید ناخالص داخلی تولید ملی ماست. اینا با هم مرتبطه. اگه تورم رو افزایش بدیم، قیمت کالاها در نظر بگیریم، افزایش آمار سرقت هم میتونه یکی از دلایل اون باشه. پس رابطه مستقیم چون با تورم و افزایش قیمت‌ها شاید کم شدن مصرف خانواره‌ها هستیم، وقتی هیچ جایگزین رسمی و قانونی برای کاهش میزان تقاضا که ناشی از کاهش مصرف است اتفاق نیفتاد، خانواره‌ها و افراد برای جبران یک کمبود ممکن است از راه‌های غیرقانونی و سرقت یا دزدی استفاده کنند. گویا قشر فقیر و فرودسته ایران درگیر جرایمی مانند سرقت شده. دلیل این پدیده تلخ رو ناشی از چه چیزایی می‌دونید؟ یه عبارت معروف ما داریم که میگه فقر از دری که وارد میشه، ایمان از در دیگه اون خونه خارج میشه. این حالا چه حدیث باشه، چه عبارت ضرب‌المثل‌گونه باشه در ادبیات عرب خیلی جالبه و درسته و این نشون میده که ضرب‌المثل ویژه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته جوامع با توجه داشت سرقت فقط یک گزینه ساده نیست، جان و مال و ناموس رو ممکنه مورد تعرض قرار بده. به نکته اشاره میکنم و خامت و وضع اقتصادی و فقیر شدن مردم ازدواج رو به تأخیر میندازه. تأخیر ازدواج به همراه عدم عملکرد مثبت آموزشی در جامعه یعنی فساد و این زمینه رو برای رفتارهای جنسی خارج از قاعده باز میکنه و جمع کردن این داستان خود بحران بزرگی که دولت‌ها و قوه قضاییه با آن مواجه میشن. چه راهکارهایی برای نجات قشر محروم جامعه از پیامدهای ناشی از تورم و جلوگیری از رفتن به سوی جرایمی مانند سرقت میتوان در نظر گرفت؟ برای بهبود وضع اقشار ضعیف باید فضای کسب و کار رو ما درست کنیم. یعنی فضای کسب و کار به این معنا باشه که هم مهانه نباشه برای مثلا یک جوونی میخواد که یک اشتغال رو ایجاد کنه، فضای کار رو ایجاد کنه، مانع برای اون نباشه و دوم که این اتفاق وقتی میفته جامعه از امنیت شغلی برخوردار باشه. یعنی فرد و جوان از امنیت شغلی لازم برخوردار باشه برای اینکه یه شغل رو ایجاد میکنه، مطمئن باشه که این درآمد و این پولی که برای او ایجاد میشه مداوم و ادامه داره. اگر جوان شغل مناسب بدیم که پاسخگوی نیازش باشه، هیچ وقت طلاق و از اینجور مسائل اتفاق نمیفته و ما مشکلات اقتصادی این جمله طلاق و سایر مسائل رو میتونیم مهار کنیم. ممنونم از شما. عماد گلی صرمی از شهر مقدس قم با ما همراه بودند.